سلام، با سومین قسمت از پادکست ادبی آرته همراه شما ایم. آرته یک پروژه خصوصیه که در اون ماجرای زندگی بزرگان فرهنگ و هنر و ادب از زبان خودشون روایت میشه. صدای کامل و فایل تصویری مصاحبه هم در سایت آرته باکس قرار داره. در این پادکست عبدالله انبار درباره تاریخ معاصر ایران با ما صحبت میکنه. بخش دیگه ای از تاریخ شفاهی فرهنگ و هنر و ادب معاصر ایران رو با هم میشنویم. شرایط اقتصادی با قول فلاسفه ماده انقلاب رو ایجاد کرد، ولی صورت انقلاب که به صورت مشروطیت باشه این صورت رو خارجی ها تلقین کردن به نظر من. یعنی مردم آماده کرده بودن شکایت داشته باشن از فقر و سختی و ظلم و جور و بیکفایتی شهوترانی های کثیف مخصوصا دوره مظفرالدین شاه. مردم دیگه ناراحت شده بودن و بعدم دنیا مثل دنیای قدیم نبود. بر اثر استعمار جهانی خارجی خیلی داخل مملکت میشد، اینها موثر میشد، مردم شاید مثل مورد چیز شکایت قند فروش ها و که داستان مشروطه میگن از اون دو شروع شد، گران شدن قند و چیز اینها به واسطه علاءالدین دولم چیز بود، حاکم تهران بود که اینا بسیار آدم ظالمی بود، پسر اون علاءالدین دولم معروف بود و بین مردم رسم بود که میگفتن خنجر شمر توی خانه علاءالدین دولم سقط میکنی. اینا بود، ولی اینها زمینه رو آماده کرد تا از بیرون مردم دادخواهی کنن و این دادخواهی دیگه یواش یواش رفت بالاتر. یه بحث دموکراسی و اینا اومد که یکی از بزرگترین مباحث بشریه، ولی یک کشوری که اصلا هیچ اطلاعی از قسمت نداشت مطمئن بود که تلقین اونا بوده. چون وقتی شما ما تاریخ دموکراسی در عالم بخونیم، به قول راسل میگه 60 سال ادبیات فرانسه فریاد میزد و چه دانشمندهایی رو درست کرد که اونها تازه قانون و قانونگذاری رو به مردم یاد دادن و بعدم انقلاب کبیر فرانسه هم خیلی نقایص داشت، ولی این چیزها در ایران هیچ روم نبود. ما اون قانون نویسی غربی رو گرفتیم بدون اینکه محتوی این مطلب رو بدونیم چیه. اینها همه موجب شد که مشروطیت اومد در ایران، ولی به نظر من که الان 100 سال ازش میگذره و 10 سال ازش میگذره، ما فقط ظاهر رو داریم، اون چیزیست که باطن توش نداره، اون مشروطه که میخواییم که مردم رای بدن. البته مردم هنوز آمادگی به اونم پیدا نکردن، ولی در هر حال به نظر من اینه. حالا این ممکنه فضیلش یه قبول بشه یا قبول نباشه. قرض‌های بی‌جهتی که مظفرالدین شاه سه بار قرض کرد و همه چیز گرو گذاشت پیش بانک استقراضی روس و بانک انگلیس، تا این آخرها دیگه انگلیس هم قرض نمی‌دادن بهش و اینو می‌برد اونجا. شما خاطرات احتشام السلطنه رو بخونی و این سفیر ایران بوده در آلمان، ببینی وقتی اینا میومدن در آلمان چه کثافت‌کاری‌های می‌کردن که میگه باعث ننگ اون احتشام السلطنه که از بزرگان تاریخ ایران که بعدم رئیس مجلس شد. اینها موجب شد که مردم عصیانی درشون پیدا بشه، ولی این عصیان باید شکل بگیره، بشه به شکل مشروطه در بیاد. اینجا رو دیگه به نظر من خارجی ها تلقین کردن، شاید بیشبه هم خارجی ها در نه ایران، در هر نقطه دنیا هم که الان مشروطه دارن، یعنی شکل ظاهری دموکراسی رو دارن، ولی واقعیت ندارن. همینطور بود دیگه. اینا رو به انگلیسی میگن فالس، یعنی چیز کاذب، یا همچین چیز فالسی رو به ایران دادن. وقتی یه ایدئولوژی در یه جایی پیدا میشه ضدش هم پیدا میشه، این دیالکتیکه اون همینه دیگه. الان دستگاه هایی که مخالف حق مردمان هم قدرتشون زیادتر از زمان پیدایش مشروطیت، این دوتا هنوز در تناقض همان تا ببینم کدوم میشه. ولی آزادی خواهی واقعی با تربیت هم با همراه باشه استاد. وقتی در یه جامعه ای که معنی آزادی رو ندونه آزادی بهش بدین، آزادی بدترین شکل رو براش پیش میاره. من به این چیز خیلی معتقدم.
آزادی رو فقط باید موقعی داشت که جلو تحمل آزادی رو بتونه بکنه. ولی مثلا یکی الان یه مسئله هست در ایران، آپارتمان نشینی تازه داره وارد میشه. در سوئیس در از یه ساعتی این آپارتمان ها با میل همدیگه یک دور مقررات رو وجود داره، ولی در اینجا نیست. یارو آپارتمانی رو مثلا داره یا نداره، نمیدونه که اون آپارتمان بغلیش ممکنه وضع غیرعادی داشته باشه، میاد مثلا مجلس رقص تو اتاقش رو میذاره و با آخرین حد و موسیقیش میبره بالا و نمیدونه که اون طرف چه جور وضعی داره. این درست میرسه که چیز آپارتمان نشینی رو یادش دادی، ولی فرهنگش رو بهش یاد ندادی. زن دانشمند خیلی کم، چون که مردم خیلی کم بود و مسئله حجاب و جدایی جنسیت یعنی بین زن و مرد در ایران زیاد بود، چون بعضی زنها بودن. من خاطرات اون دختر ناصرالدین شاه که خیلی هم نسبتهای بد بهش بودن تا جز سلطنه میخوندم، این که البته معلومه اون خاطرات هم خواهش ننوشت، یک کسی بوده. اون میگه که من همش فریادمون این بود که ما زنها باید صاحب رأی بشیم، فلان بشیم. اون کتاب خواندنیه، ولی اون زن میگن منحرف هم شده بود، نمیدونم اونطوری که دربارش میگن. ولی با این ترتیب اینا مبارزات زن ها اونطور عمیق نبود، ولی هست الان ادام میکنن که یه روزنامه میسین که در همین تحول مشروطه در میابردن. در اسلام شاید واقعا یه چیزی بوده، شاید اسلام روزی که اومد و قواعدی که پیدا کرد نسبت به روزگار خودش زنها شاید حقوق خوبی رو بردن. انصافا نمیشه که مثلا درسته که اسلام بردهداری رو نفی نکرد، ولی برای نفی بردهداری خیلی قواعد داشت که مثلا ام الولد این چیزاییست که ایسایی که فقه خونده باشن میدونن، ولی خب یواش یواش اومده رفتین. در اسلام بسید که زنها هنوز به اون قوت اونطور، اگر بخوام به اسلام 1400 سال پیش بریم، زنها اونجوری حقی نداشتن که با مرده باشن. حتی من دیدم به خانومی خیلی زن فرخیسته هم بود، میگفت قرآن شما قرآن مذکره. مشروطیت اونطور، اگرم حالا زنها ادعا میکنن به نظر من بی خود میگن آقایه، چون که خود مردانش هم نمیتونن ادعا کنن چون نمیدونستن مسئله رو. مشروطیت ایران مشروطیت واقعی نبود، مثل مشروطیتی بود که به ایران انگلیس ها یاد دادن و اصلا هنوز ایرانی اصلا نمیدونست آزادی چیه. اینو برتران راسل میگه 70 سال نویسندگان فرانسوی فریاد زدن که قولای اومدن تازه یه انقلابی رو آوردن که یه ناپلئون آورد بدتر از همه پدرشون در آورد. اصلا میدونیم من انقلاب فرانسه رو که اصحاب دائره المعارف هم دیدروت، دالامبر، ژان ژاک روسو، که اصلا تمام قوانین اساسی دنیا رو تفکر روی تئوریای ژان ژاک روسو، یه کنتراکت سوسیالش دیگه که میگه قانون از مردم ساخته میشه نه از من و ال. اون در روزا بر منم توبت کردم گذاشتم، گفتم قانون از مردم شروع میشه و با مردم هم قانون باید تغییر پیدا کنه، از منبع دیگه نیست. نه این من بگم الان بعد به نفای طرفمونون رو میارم میذارم که میگه به فقه چه رسیله، میگه فقه یه چیزیست که باید دائما تغییر کنه چون با زندگی مردم میخواد درست کنه. بله قانون بود، ما مشروطیت اینجوری نه، مشروطیت یه نقطه مردم میبود، اون بود که اون تجار قند فروش رو گرفتن و کتک زدن، مردم میگفتن ما یه عدلیه میخوام. ولی بعد از اون رفتن تو سفارت انگلیس اومدن بیرون و گفتن اونا یهشون که آقا مشروطه بخوان. این مشروطه های قلابی یعنی این دموکراسی های قلابی که به تمام کشورهای نابالغ داده شد یه مشروطیتیست. ما وکیل مجلس داریم و وکیل اینا رو مردم انتخاب میکنن. اصلا در هیچ جای دنیا هستش که توی صندوق رأی مردم رأی اضافه کنن استاد؟ اون چیزش نیست. ایران رو انگلیسی میگم فالس دموکراسی. حاج منطقی بود بنکدار که این کسی بود که مردم رفتن تو سفارت انگلیس مردم رو خرج داد اینا، این میام از خونه ما از تران مشروع. یه روز گفتم حاجی چطور به شما میگم حاجی سفارتی؟ گفت من اول انقلاب مشروطیت مردم سر صدا میکردن تو بازار، از اونایی بودن که بازار رو شلوغ میکردن، ما مردم رو میزدن. گفتش که آقای اسد عبدالله بهبهانی
که پدر مشروط است، با آقای سید محمد طباطبایی تو مسجد جامع بودن، میخواستن برن شاه عبدالعظیم بس بنشینن، عقب من فرستادن که من برم. گفت من اومدم مسجد شاه، رفتم حمام، غسل کردم، اومدم بیرون، یه طلبه ای هم بود، بهش گفتم یه استخاره کنم، گفت خوبه برو. گفت رفتم تو مسجد جامع، دیدم اتاق پر از دوده، چیزی داشت خفه خفه میشد، آقای سید عبدالله اینا بالا نشسته بودن. گفتم آقا اینجا هواش خیلی کثیف، اجازه می. گفت واکن. بعد به من صدا کرد، به من گفت فردا با شاگردت میری سفارت انگلیس. گفتم قربان ما رو راه میدن. گفت برو دیگه، ما صحبت کردیم. گفت تو ما اومدیم در سفارت انگلیس، دری داری خیابون نادری؟ گفت اونجا رام ندادن، رفتیم از در خودشون. اونجا که رفتیم واکن، رفتیم تو و بعد مردم اومدن اونجا، انگلیس ها چیز کردن و منم چیز که خرجشون رو نمیداد. یه دکانی داشتم 39,950 تومان اینو فروختم، خرج مردم کردم. بعد که اومدیم که مجلس تشکیل شد، اومدم تو منجا گفتم آقا من دارایی رو دادم. گفت 10,000 تومانش رو مخبر سلطنه داد، 10,000 تومانش رو زمین زرد داد. گفت پول من دارم. مشروطه ما اینجوری بوده، مشروطه عمیق نبوده، بلکه یه انقلاب واقعی بشه. چه عناصری لازم داره که این انقلاب به صورت خوب در بیاد؟ ولی اگر این عناصر نباشه انقلاب نیست، یه شورش. اصلا یه کتاب مفصلی چیز نمیشه در این بوده، آهانا آرنت نمیشه که انقلاب چیست. بله این کتاب بخونید، ترجمه شده، خیلی خوبه. What is the revolution؟ این ریولوشن چیه؟ اینه که انقلاب اگر شرایط صحیح نداشته باشه به یه ناهنجاری عجیب غریب میفته. گرچه امروز الان به طور کلی اقتصاددون‌ها و جامعه شناسان و مردم شناسان میگن بدترین چیز انقلابه. شاید یکی از شکست‌هایی که توری مارکس خورده این بود که این تحت تاثیر انقلاب فرانسه بود و پیشنهاد میکرد انقلاب شوروی به مراتب از اون کشتار شد. بعد معلوم شد که این انقلاب چقدر ضعف ایجاد کرد، دشمنی‌ها، کدورت‌ها، دیکتاتوری‌های غیر عجیب، زندگی مردم زیر فشار دستگاه‌های امنیت بودن، اینا خیلی چیزایی است که انقلاب نتیجه شد که الان هابرمانس و اکول فرانکفورت که این اکول بزرگ مارکسیست هست، اونا الان با انقلاب مخالفن. تحول باید رولوتی باشه، تدریجی باشه، برای بله تکاملی باشه. خب البته الان که می‌دونید که قرن 21 میگن قرن اطلاعات، این دستگاه‌های اطلاعاتی که داره کشف میشه، میشه اینترنت و نمیدونم توابع اینترنتی در آگاه کردن مردم خیلی نقش مهم میداره بازی میکنه. این دوره اطلاعات واقعا یک کارهایی میکنه به صورت واقعا میشه معجزه است. من پیروز یه دونه تاکسی نشونده بودم، این دستگاه چیزه چه گذاشته بود، چنون این جاده رو نشون میداد و صحبت هم میکرد. بعد گفتم که گفتم به اینترنت وصل کردم. در یه همچین موارد خیلی اوضاع فرق داره با اوضاع اول انقلاب کبیر فرانسه و انقلاب انگلیس که خب خیلی انقلاب دوره خیلی جلوتر بوده، ولی اینا خیلی موثره. و بعد هم یواشاش مردم با اون بی اطلاعی زمان قبل ندارن. الان مردم ها اصلا تکنولوژی، این رادیو ها، تلویزیون ها، این دستگاه های اطلاعاتی خیلی مردم روز روشن کرده. ولی با همین وجود هم پلیس رو قوی کرده زد بشه. با همون ترتیب در اینجا در فرنگستون و براته برتره و همونقدر که آزاده میده پلیس هم شدید میشه. یه هم مثلا این یه چیزی هست، پولیس ها یه اطلاعات پیدا میکنن که هیچ وقت هیچگاه حکومت تیمور و چنگیز همچین اطلاعاتی نداشتن. تهران یه شهر خیلی خرابه بود، دوره برش خندق بود. خندق در تهران قدیم یا از اول این تهران که میدونی یه شهری است که از دوره شاه طهماسب درست شد. در سفر سومش که میرفت، پایتختش قزوین بود که میرفت سر امامزاده حمزه، در اونجا از تهران میگذشت. تهران خوب بود. تهران حد شمالیش میدونی کجا بود؟ خیابون چراغ برق بود. حد غربیش میدونی کجا بود؟ خیابون سیروس بود. حد شرقیش این خیابون جلیل آباد اون طرفش، خیابون حافظ میگن الان، میرفت حد جنوبیش هم خیابون مولوی کنونی بود، یه همچین جای کوچیک بود. در 1284 قمری ناصرالدین شاه اومد در میدون توپخونه، گفت از اینجا تا شمال
1500 قدم برین حد شماری رو بذارین، در سه قسمت دیگر باز 1000 قدم برین که حد شماری خیابون شاهرضا میشه که خندق بود. این خندق رو من یادم میاد 1308 بود، تهران یه همچین ناحیه‌ای بود و اینجا خندق بود، بقیه‌اش هم شهر خیلی قدیمی بود. 12 تا هم دروازه داشتیم که یکی از اشتباهات رضا شد رئیس شهرداری رو چیز کرده بود، سرلشکر بود، خیلی هم خوب کار کرد در اونجا. اینا که خودش هم میگه من اشتباه کردم، خندقه رو پر کرد تهران رو. یادم میاد خونه ما، خونمون خیابون سعدی بود، جلو بود، همه مجبور بودن عقب بشن، خونه این مقداری از خونه ما رفت تو خیابون، خیابونا رو درست کرد که یواش یواش چیزای مدرن تا اونجایی که میتونست چی کرد زندگی مردم تا اونجایی که بود کار میکردن. خوب لباس مردم عوض کرد، تو نمیدونی هر کی چه لباسی تنشون بود. من در دفاع از رضا شاه هر چی از مدرنیسم داریم زمان رضا شاه بود. اینجا را خاطرات حکمت میذاری از خان الان بردارن تمام این جوونا بخونن. میگه میگفت از صبح تا شب کار کنیم مجبوری، یک شی دزدی بکنین مثل منصور الملک میندازم زندان. اینو نوشته، اینو دبیر سیاقی هم چاپ کرد، چه قلم قشنگی هم داره. میگه مجبور بودی، یا میگفت دستور داده بود پول نفت و که چیزی هم نمیدادن داخل بودجه نکنیم، که الان تمام اقتصاددون میگن ما یک محصولی شده. راجع به مسئله ایرادی که بهش میگن راجع به سربرهنگیه، این درباره حجاب در یک کشورهای عقب افتاده با کشور جلو افتاده زمین تا آسمون فرق داره. جفرسن که قانون اساسی امریکا رو نوشت، روشامبو و چیز که بعدها انقلاب فرانسه رو دادن، اون همون موقع در امریکا بودن. جفرسن گفت این انقلابی که ما کردیم شما فرانسوی‌ها نکنید، برای اینکه ما انقلاب گرسنه‌ها رو نکردیم، شما که بکنید انقلاب گرسنه‌ها گیوتین میفته. تو همینطور شو متوجه هستی یه چیزی در یه کشوری با یه کشور دیگه فرق داره. بله من الان هم حجابش رو واسه آزاد بذارن تو، ولی در ایران نمیشه با اون وضعیت. شو عدلیه رو شما نمیتونید از دست آخون بکشی بیرون. استاد جون پدر من خودش 7 دوره وکیل بود، گفت به آقای مدرس گفت، گفت با هم دیگه آخونده اومده بودن حضرت عبدالعظیم مطمئن الملک به من و مدرس گفت آقا برید از طرف مجلس هم شما برید. گفت که اومدیم مدرس، گفت یه درشکه رو اجاره کرد خوشش اومد، گفت بابا من 5 تومن بنا شد از تهران تا چیز بده به درشکه. چی گفت میتونی مسافر دیگه هم سوار کن؟ گفت اینقدر مسافر سوار کرد پدرم، گفت دم آسیاب دم آبنبار قاسم خان تورش عبدالعظیم درشکه برگشت. گفت من اتفاقا رو بودم بلند شدم مدرس رو کشتم بیرون. بعد مدرس گفت خب بی انصاف من که پولتو بدم اینم، گفت با چنداق مدرس رو کتک زد درشکه چی. بعد از اون مدرس گفت خدایا یه روزی میشه ما از دست اینا نجات پیدا کنیم، این جمله شه. بعد گفت روزی که رضا شاه اومد گفتم این داره همین کارو میکنه. شما وقتی که رضا شاه اومد از تهران تا مشهد تا اصفهان نمیگین نسل جدید، من دفاع از رضا شاه نمیکنم، دارم واقعیت تاریخی رو میگم. از تهران تا اصفهان 5 لختت میکردن تا کاشون نایب حسین کاشی بود لخت میکرد. از اونجا به بعد من چیچی جعفری بود شعره به ترسد خود رستم زابولی اگر بشنود نام جعفر قولی، یعنی سکه تمام فتوحاتی که کتاب نادر رو من چاپ کردم دیگه، تمام فتوحاتی که نادر کرد رضا شاه کرد، منهای هندوستان رو چیز کرد با بیفولی. این بود البته آخر سرش هم یه مقدار دیکتاتور شد، اونم به نظرم ایرانی میکنه، ولی اینکه بس کی تملق میگه، بس کی تملق میگه. تمام این جوانان باعث اگر بخوان خوب زندگی کنن به تمام شاگردان این تاریخ 100 ساله اخیر رو تهران اینا از سفر مهاجرت برشون 70,000 مرده برده بود، قحطی و وبا افتاده بود، کسی نبود شده بود، اینقدر دولت بیحال بود. به مصطفی الممالک گفتن یه قشون درست کن، گفت برین درست کنی من از جیب خودم حاضرم پول بدم. رضا شاه که وقتی که اومد در عرض 3 ماه اول هر روز که به مجلس می آمد اینا دوره چهارمه یه جا فتح کرده بود که می گفت اصلا ما بهشون گفتیم حجت الاسلام و پاک می نویسن تمام مشروطه طلبا رفته بودن اولش، خود آقای مدرس هم طرفش بود. مدرس فشار آورد به رضا شاه که یه کسی به نام قوام الملک یعنی قوام الدوله شکرالله خان معتمد خاقان، این به قدری فاسد اخلاقی بود که از دربار مظفر دیتا زده بودن بیرونش کرده بودن، فزار کرد بود ایشون وزیر بشه. رضا شاه به من گفت به آقای مدرس بگیم این کسی هست که من وزیر، آخرم وزیرش کردش و
وزیرش کرد روزی که باز حکومت عوض شد مدرس تو مجلس گفتش که این مجلس صلاح نیست و با معتمد خاقان رفت بیرون. سه نفر بر علیه اینجا صحبت کردن. یکیش آقای تقی‌زاده بود که میگفت آقا قانون اساسی ما خانواده قاجار رو مخالفت داره که ببریم از بین. در که خود خانواده قاجار احمدشاه رفته بود اصلا میگفت من نمیخوام برگردم. یکیش حسین علا بود که بعدها حسین علا تمام کارش بود. یکی هم آقای دکتر مصدق بود. اینا هم سه نفر جلوشون جواب دادن. داور جواب تقی‌زاده رو داد. یاسایی جواب چیز داد. جواب مصدق رو هم پدر من داد. جوابش هم این بود. مصدق میگفت همه هم هست نطقش. تمام اون قائلیم که در این چهار سال رضا شاه بی‌نظیر کار کرده. امنیت برقرار کرده. مردی است که کار میکنه. اینو شما پادشاه کنین طبق قانون اساسی بدون مسئولیت میشه. یه مرد کاردان دارین کارش میکنین. پدر من که برام شد جواب شد گفت بله ما قبول داریم. شما جلوی آقای مدرسه میزای ولیعهد رو بگیرین که هر روز برایشون یه بازی در نگیره. جلوی فلان قاجاری فلان رو بگیرین که هرچون این کار نکنی. این کار نکنی نشون. بعد من مجلس رای داد رضا شده. حکومت از بین رفت اینجور. In 1926, he ousted the ruling Qajar dynasty and crowned himself Reza Shah Pahlavi, King of Kings. To bring it into the modern world. رضا شاه برای پادشاهیش هم خرج کرد ولی یک شیف پدر بنده نگرف هم هم میدونست. رضا شاه هم چیز خوب بود ولی در دوره دوازده هم وکیل شد. که اصلا نمیخواست وکیل بشه. بعد هم وقتی رضا شاه را پدر میگو الخیر رو بشه به موقع. یعنی که بله ایشون یه دیکتاتور. تمام کمونیستا یعنی کمونیسم روسیه رو گرفته بود آمده بودن تا تمام اون طرف دریای خزر تمامشون بود. از این طرف هم کشتی هاشون اومده بود. دولت ایران زمانی بود که اصلا رضا شاه نبوده. یه عده قشون فرستاد جلوی کمونیستا. یعنی قزاقخونه رو فرستاد جلوی کمونیستا که اینا هم شکست خورده بازگشت کردن در علی بابا و همچی جای نزدیک قزوین. قشون ایران هم زیر دست فرمانده روس بود. کارولوتسکی همچین کسی. دولت ایران خیال کرد که این هم کمونیست شده اونو برداشت. داد به آیرونساید انگلیسی. و آیرونساید فرمانده قشون انگلیس بود در مصر در جنگ اول. بعد از اون که جنگ تموم شد انگلیس ها به سرعت میخواستن قشونشون جمع کنه خرج داشت براشون. آیرونساید قشون اومد بود در عراق که قشون انگلیس بود جمع‌آوری کنه. دولت ایران به آیرونساید فرمانده قشون ایران هم داده بود. جای اون کارا سالوسکی هم چی کسی. این قشون ایران هم همه اومده بودن. اینا که شکست خورده بودن از کمونیست ها اومدن. کمونیست ها هم گرفته بودن. رشت و اونجاها رو گرفته بودن. هست دیگه تو. که حتی میز کوچیک خان هم یک نامه ازش دیدم. به لنین نوشته. نوشته اگر کمونیسم شما بخواد این جور بیاد پیش قول بهتون میدم کمونیسم دوام نمیکنه. این نامه رو ما خریدیم. ولی مرکز اسنا. اونم رفت تو جنگل اینا. بعد اینا اومده بودن اینجا. آیرونساید تو خاطراتش می نویسه من آمدم اینجا اینقدر کارم زیاد بود به فرمانده انگلیسی که حافظ قزوین بود گفتم تو بین این افسرهایی که اومدن یکی رو پیدا کن. این عین جمله شه. گفت بعد از چند روز یارو اومد گفت آقا آدمش رو پیدا کردم. گفتش که گفت رضا خان. گفت اینو گفتم بیار. گفتم به اون نماینده بپرس سربازایی که باش هستن چی. گفت از همه چون سربازاش بهترن و خیلی هم ازش تعریف میکنن. بعد از اون ما به اون گفتیم که کودتا بکن. بله این عین جمله شه. حتی سفیر انگلیس هم نمیدونستن میخواست رضا شاه کودتا کنه. خیال میکنن و من چیز انگلیس آوردم ولی نمیدونن که از همین جهت بود که اصلا باعث رفتنش هم شد. این بود که بعد رضا شاه اومد. وقتی هم اومد همه ازش پذیرایی کردن. سزیا اومد که اتفاقا بابای منم گرفت. سزیا با انگلیس ها بود. اصلا سزیا در آوردن رضا شاه دخالت نداشت. میسین که انگلیس ها بعدها کرزون قرارداد 1912 نبود. وزیر خارجه چیز به سزیا گفت به اینها بپیوند. رضا شاه که اومد اول دفعه کاری نکرد. فقط آرتش و دستش بود. به نام سردار سپه بهش دادن. آقای سزیا چیچ و بعد رضا شاه نمیتونست. آرتش زیر بار سزیا نمیرفت. رضا شاه رو گرفتن که اونم مردش بود تونست بود. یعنی این تو خاطرات کی بود میخوندم؟ خاطرات اورنگ. میگفت من صبح ها میرفتم برای رضا شاه فردوسی میخوندم اینو. گفت یه روز صبح رفتم خیلی هم عصبانی بود. گفت بیا سوار ماشین شد ساعت 7:30. داور اومد و گفت آقا عدلیه رو من برای درست کردم. تمام قوانینم درست کردیم اینو.
ولی زورم به دیوان عالی تمیز نمیرسه، دیوان عالی کشور نمیرسه. اینا یه عده رجال ایرانی هستن، ساعت 11 شروع میشه. یکی از اونها آقای آشریانی، آبیزمهدی آشریانی، میاد برای اینا اسفار میخونه و بیلی اصلا پرونده ها مونده. من زورم نمیرسه به اینجا. رضا شاه عصبانی شد، گفت ما رفتیم در مجلس، هی رضا شاه سیگار میکنه در عدلیه، ده و نیم اینا شما رفتن بالا. سر یزه رفت اینجا، گفت من که قهوه همینطور قهوه خونه قنبر درست کردم، شما با چرا مثلا کار مردم نمیکنید؟ اصلا چرا ساعت 11 میان؟ بیزاور گفت بیاری، گفت همه اینا رو بر بیرون و بعد یه دیوار درست کن و این پرونده های مونده رو طبقه بندی کن، ما هفته به هفته باز بیاری ببینم تا این پر طبقه هم رو. یک دیوان عالی کشوری داشت که درجه یک بود. رضا شاه با آلمان ها اومده بود، یواش یواش انگلیس ها رو داشت بیرون میکرد. انگلیس ها زیر موضوع بودن، این بودن تا اینکه شهریور 20 اومد. 20 اومد، اونا هم نمیخواستن آلمان ها بره، بنا بود که قشون بهترین راه بود. آلمان ها اومده بودن، یکی از اشتباهات هیتلر بود که زمستان به روزوولو داغون کرده بود روسیه رو. فرمانده های آلمانی چه فتوحاتی میکردن که با. یکیش رومل بود دیگه. من به قدری به آلمان ها احترام میذارم استاد. تمام این تحولات بنچیز اینه، چون نمیدونید اینا در 1822 4 فیلسوف دارن. فیلسوف دادن بیرون کار ننه قمر نیست، هر 4 تا ضد هم میگن، شوپنهاور، شلینگ، فیخته، هگل. این اصلا شوپنهاور الان میدم تمام تئوری های اینو باطل میکنه، اصلا دنیا نداشت. الان ریاضیات بعد از این کلکولوس رو میدونید چی؟ بعد از کلکولوس یهو نیو ماتماتیک که الان ما درس میدیم، ریاضیات جدید اومد از طریق فرگه و اینا که منطق ریاضی و اینا اومد که الان میارم بهت نشون میدم کاری که از اینا رو آلمان ها بود. در نظامی هم همینطور بودن، هر روز بخونده این جنرال ها چیکار. رومل وقتی اومده بود در تیز تمام افتراش هم وامونده بودن، واقعا انگلیسان بودن. این جلد اتومبیل قلابی رو اینطوری که میگم درست کرده بوده به صورت تانک، فرستاده بوده جلوی تانک های دیزا. استاد نشون داد تو فیلم به قدری هوا گرم بوده، تخم مرغ که در می آوردن میذاشتن روی تانک تخم مرغ میفخره. بعد اینا رفتن تانک های انگلیس های اومده بودن که اینا رو بگیرن، این از این طرف دور زده تمام تانک هاشون گرفته بود. بعد میگه من ناراحت شدم، چرچیل میگه. بعد روزوز میگه اشکال نداره، جنگ پس و بالا میره، غصه نخور اینا. و اینا هم ضد هیتلر شده بودن که میگفتن آقا جنگ نباشه بشه. چیزها رسیده بودن به همین کریمه اینا. به رضا شاه فشار رو بردن که چیز کنن. اینا نبود، بنا شد به روسا قوا برسونن. بهترین راه ایران انتخاب کردن، راه آهن و اینا بود که اونو دیگه ما هممون میدونستیم. به نام اینکه تو آلمانا رو گرفتی، در حالی که اینا رو آلمانا رو هم گرفته بودن، مثلا فرانسه دفرش کرده که اینا رو بودن رو گرفتن. Near the town of Kazvin, the two columns meet, and the long allied front reaching from the Arctic to Libya is joined. In the capital city of Tehran, life goes on. اومدن در 12 سال آزادی نسبتا برقرار بود، روزنامه ها آزاد شده بودن، مردم یه مقدار میتونستن صحبت بکنن، چون شاه هم که اومده بود. من جوری که داشتم شاه میشد ولیعت بود در مجلس واسه اونم تماشا میکردم. اولا میدونین که اونجا مفصل هم هست، شترها باید بروند، اون کتاب چیزی اینا بود. انگلیس ها میخواستن به نظرم چیزو ببرن، محمد رضا شاه رو نذارن شاه بشه. رابط کلی فروغی بود، رئیس الوزرا بود و بیچاره با کسالت مزاج حاضر میشد و این کارهای سیاسی رو انجام میداد. خلاصه شاه باقی بود، شاه هنوز شاه نشده بود. یک آدمی شاید نیستاتن دموکراتی بود، ولی خب زمینه ها رو چیدن، تغییر قانون اساسی داده میدونید دیگه، یه مجلس مؤسسان درست کرد داد، بعد از اون مجلس سنا رو پایش رو گذاشت. دقت میکنید بعد اینها زمینه بود، منتها یه دوره دو سال و نیمه دکتر مصدق بود که اون جلوی شاه رو گرفته بود. یه موقعی هم که قوام سلطنه هم در اون دوره ها که بود اونم جلوی شاه واسازه بود، نمیذاشت چیز بشه، ولی باز با این وجود بود. بعد از اون امریکایی ها که دیگه حالا مسلط شده بودن اومدن آخرین کارو کردن، یعنی شاه رو تقویت زیاد کردن با این دستگاه های نمیدونم ساواک و اینها. نفس همه رو بریده بود این ساواک.
ما دو تا روزنامه، یه روزنامه بیشتر نداشتیم، اطلاعات بود، یه روزنامه کوشش بود، ولی روزنامه شروع کرد اومدن و بعد چون مردم آزادی زبان نمیدونستن، روزنامه مرد امروز هم اومد، چاپ میشد، خوبم فروش میرفت، هر روزانه هم نبود، روزی که دو روز یه دفعه اینا بود، تا بخوای فوش میداد و خریدارم داشت. اینی که واقعا در یه جامعه‌ای که مردم روش نداشته باشن آزادی قلم هم بدترین حمله ها رو میکنه. دقت میکنه الان تو اینترنت هم چنون چیزایی به همدیگه حمله میکنه که حد نداره. بله اون بود. ولی خب یواشاش داشتن مردم آشنا میشدن که چیزی باشه. البته در این مورد دیگه یواشاش حزب توده شروع کرد تبلیغات شدید و فلان. روز یکشنبه 21 مهر ماه در باشگاه لشکر دو زرهی محاکمه تجدید نظر دسته اول افسران وابسته به حزب منحله توده که در دادگاه بدوی محکوم به اعدام گردیدند به ریاست تیمسار سرلشکر مزین و دادستانی تیمسار سرتیب آزموده آغاز گردید. باشون آشنا بودن جبا جلال آل احمد همکلاس یعنی هم دانشکده بودیم. خلیل ملکی رو میشناختیم، این هنوز وحث میکردیم، صحبت میکردیم، گاهی هم انتقاد بهشون کردیم که آقا این تا اونجا که فهمم میرسی که این کارهای شما هم چند یه چیزایی باشه اینا. منطقه اون حزب توده اشکال کارش بیچاره انور خامنه‌ای نوشته دیگه، پنجاه نفر و سه نفر به نام پنجاه نفر و سه نفر میگه اون سه نفر اصلا ما رو لو دادن اینا، ولی اون پنجاه و سه نفر که همون زمان دکتر ایرانی زمان شاه گرفتن خیلی بزرگترین محبت رضا شاه بهشون کرد، بهتون بر خودشون هم میفهمیدن چون نظیر همین در مصر پیدا شد و تمام سپرده بود به دادگاه سپردن به دادگاه نظامی همه رو تیروارون کردن، ولی مال ایرانو چون اینو که میگم دهن موثقین شنیدم زمانی که این 53 نفر رو در دوره پهلوی گرفتن وزیر عدلیه وزیر دادگستری آقای دکتر متین دفتری بود. متین دفتری در سال 1224 استاد ما در دانشکده حقوق بود. ما یه مقدار طولی هم سر کلاس داشتیم. اتفاقا حقوق جزا هم درس میداد. با اون قانون مجازات های مجازات اینجا رسید چند تا از توده های بزرگ بودم که آقا نخیر شما اینا. خب آقا شلوغ نکنه من خودم تمام جریان بودم. گفتش که من مجبور بودم که اسامی این 53 نفر رو برم پیش رضا شاه. که برختی بردم به رضا شاه گفت بله نظمی هم به من خبر داره بریم ببینیم اینا با خارجی رابطه نداشته باشن یه گوشمالی بهشون بدین. و بعدم این انور خامنه‌ای میگه به قدری ما تو زندان مورد احترام بودیم که حد نداشت. میگه وقتی من ما رو گرفتن گفت منو بردن پیش معاون نظمیه. گفت آقا شما چی بودی؟ گفتم من دیپلم گرفتم میخواستم برم فرنگستون. آقای دکتر ارانی بود و این کتابشون بله. گفت نه آقا الان اینجا که میبینید من دانشکده هست اونجا یکی دو تا زبون یاد گرفتن از زندان اومد بودن بیرون. یعنی رضا شاه نهایت محبت به اینا کرد که خود انور به من میگفت خدا بیا مرزتش. میگفت الان ما رو تیگوارون میکنن کسی به کار رد. مخالفت شاه بر نظارت مصدق بر ارتش باعث شد تا مصدق از نخست وزیری استعفا دهد. مردم به هم پیوستند، مقاومت کردند، نه هراسیدند و قیام مقدس ملی سیوم تیر را بنیان نهادند. قوام را مجبور به استعفا و مصدق را پیروزمندانه بر مسند نخست وزیری نشاند. من صبح اومدم تهران از شمران منزلم بود، اومدم میرفتم تو مجلس کتابخونه مجلس مطالعه میکردم. نزدیک ظهر دیدم زودتر تعطیل کردن. بعد از اون اومدم بیرون، رفیقی داشتم که بعدا سرلشکر شد، یکی از بزرگترین افسران ایرانه، سرلشکر فربود. چون وقت با این میشستی اصلا خیال میکردی با یه فیلسوف صحبت میکنی. تو نظام که یادتون میاد اینا با دانشکده بودن، اینا همه رو در امریکا دیده بود. بعد وار کالج یعنی دانشگاه جنگ امریکا رو که هیچی ندو این دیده بود و در اینجا که اومد و این بیچاره دوران افسری معمولی شد تا به مرحله بالا نرسه تا سربانی تمش در جنگ ها بود، جنگ های بارزانی ها، جنگ های چیز بود، ضد شاه بود. یه کاریسما داشت، یعنی خیلی شاگرداش زیر نظرش بودن، افسرانی که زیر دستشون علاقه بهش داشتن. در ارتش خیلی مرده توجه افسران پایین قرار گرفت و ضد شاه هم بود. سرلشکر که شد بازنشستش کردن، ولی وقتی خواستن بازنشستش کنن ازهاری بود که رئیس ستاد بود خواست بود گفت تیمسار همه ما ناراحتیم، اعلیحضرت گفته هر کاری رو میخوای بکن. و
فرمود بود وزیرشونن. اومد از من پرسید، گفتم نه. بعد فردوست گفته که من میخوام این معاون چیز فردوست بود، دستگاه ایز بود. من روز نهار اومدم رفتم منزل بود، اونم از اداره اومد و بود اومدیم بیرون، خبری نبود. اصلا تو خیابون چیز نبود، نبود از فولی که کرمیس روزورت اینا بردن اون داتای جنوب شهر رو که بیارن در خونه مصدق. بعد در آرتش هم کاملا روشن بود. ما تو خیابون شاباد که اومده من چیزی ندیدم، فقط یه تئاتری بود، اون تئاتر رو خراب کرده بود. ها این سلطنت سفر اون موقع تانک درس میداد در سلطنت آباد به دانشجوها. و دید شاگرداشو دید که دارن میان میرن در خونه، گفتش که کجا میرین؟ گفتن هیچ، میرین اینجا. بعد فهمیدیم که لاتا از جنوب اومده بودن، نظامی ها، یعنی اونا واسطه شدن که نظامی ها اومدن، نظامی اومدن که خونه مصدق رو به توپ بزنن. ما با یه جیف داشتیم، همین سردشکر اون موقع یه جیف داشت، و جیف گفتیم بریم ببینیم چطور میشه. نمیرسیم اینجا بشه، بعد این تونده یه جنگ. ولی نظامی های خونه مصدق هم خوب واسطه دارن، باستاده بودن، ولی اونجا رو میدونی توپ بستن تو خونه، هیچ قارت کردن. لوله آب، لوله آب رو کندن. چون فرداش هم من اومدیم رفتیم دیگه، نمیدونی همون شب 28 مرداد تو هر خانه دعوا شده بود، تمام یه عده زیادی طرفدار بودن، یه عده هم خب از اونجا استفاده کرد. تو همین خونه واده، خونه ما بین قاهرهای من با یکی از خیشانمون که زنی یه سردشکری بود دعواشون شده بود. بیچاره مادر من سردشکری بود، من هم پرواز اون شب بردم خونمون. نمیدونی اصلا یه ناراحتی در همه جا پیدا شده بود که اصلا داشت. واقعا مصدق خیلی چیزای خوب بهشون داده. ولی شبان جعفری بعداً نه، اون بعد از ظهر شروع کرد به آدم کنه. البته اون تو حمله نبودش، چون اون زندان بودش. ولی من دیدم که تو جیب سوار بود، فوش میداد و اونم چیچی میکرد. اون توی مقدار زنهای بدکاره هم تو این کار بودن. شبان بیمخ با نهایت چیز اومد زد به در خونه مصدق، یک پار آجر هم برای سر من بر کرد. من سرمون تکرم خورد کمر جلال، سه روز خوابید. بله، در این بین شاگردهای مدرسه حقوق رسیدن. بعد افشارتوت اومد گفت پاسبان ها کجا هستن؟ گفت نیستن که پاسبان ها رو برد یه تانک رو برد بودن در مجلس رو، چون لولش تا اون طرف می آمد. آنن چیز نظامی اعلام کردن، حکومت نظامی. اول سردشکر دادستان بود که آنن همه رو گرفته، نقشه بود، با نقشه این کرمیسی بود تمام جریان رو نوشته. بعد از اون آوردن فرماندار نظامی رو، اون سرتیپ تیمور بختیار تقی‌زاده راجع به آیرون گفت شمر واسه به جلوی این اظهار شرافت کنه، نمیدونی که آدم کش جلادی بود. اونو گذاشته بودن که جنایتی میکرد، میگرفت، میبست، زندان مینداختن، فلان میکردن. بعد هم دادگاه های درست کرده بودن اینا. بعد هم میسید که خود افسرهای تودر رو گرفتن، گوش میکنی محاکمه شون کردن، یه در حدود 24 تاشون رو یه تیروارون کردن. همه ناراحت بودن چون اینا جوانای بسیار پاکی بودن. من دیدم که جلال آل احمد با من همسایه بود، فردا صبحش اومد گفت فلانی به نظر من تیروارون جلوش گرفته بشه. گفت چرا؟ گفت دیشب رادیو لندن گفته در ایران تیروارون. راست هم میگه، از فردا دیگه تیروارون قطع شد، محاکمه‌شون میکردن، زندانی میکردن. به قدر این خودش پاک بود بسیار، و کسانی که زیر دستشون، یکیش دکتر صدیقی است تو دادگاه. بعد دادگاه تو میدونید که یه دادگاه تشکیل دادن و اینا می آوردن دوروری های مصدق تو دادگاه بهش وقت دادن. دکتر صدیقی که وزیر کشورش بود اومده ببینید تو دادگاه، که حالا دادگاه رو تمام بر علیه مصدق تحیید کردن و اینا نشستن. نو ازش گفتن راجع به ایشون، گفت من 20 و چند سال معلم بودم، چندین سال در چیز بودم، پایه‌گذار جامعه شناسی در ایران بودم، افتخار من اینه که 22 ماه وزیر این مرد بودم. بعد دکتر شایگان آوردن که تا آمد تعظیم مصدق کرد، گفت چنان پر شد فضای سینه از دوست که فکر سیش گم شد از زمین و مال حافظه. اینه که بسیار آدم پاکی بود مصدق. شاید در
سیاستی اشتباهاتی هم کرده، من نمیدونم. اصلا دوره ایست که واقعا من عقبش تمام وزراش پاکترین انسان بوده. نریمانی داشت وزیر دارایی که الان به نظر من برای ایران اون لازمه. اون حتی به جیب خودش بخل میبرزید. اینقدر پاک بود. این بلنگ بازی که چنان که ما یک سال زیر بدترین تحریم امریکا بودیم. تمام کارگرهای شرکت نفت هم خرجش کردن ما افتاد بود. آمار نشون میده یک قرون تورم پیدا نکردیم. از اینا آمار سخن میگه. من نمیتونم بگم، ولی من هیچ با مصدق من آشنایی داشتم یا نبود. ولی افرادی که دوره برش بودن بسیار پاک بودن، خودشم پاک بود. خرج هم که میدونی خرج نخست وزیری هم حذف کرده بود، آورده تو خونه خودش، تمام مخارج خودش میداد. تمام سفرهایی هم که برای ایران رفت با پول خودش رفت، نه با پول دولتی. تنها گناه من و گناه بزرگ و بسیار بزرگ من این است که صنعت نفت ایران را ملی کردم و بساط استعمار و اعمال نفوذ سیاسی و اقتصادی عظیم ترین امپراتوری جهان را از این مملکت برچیدم. عمر من و شما و هر کس هر چند صباحی دیر یا زود به پایان می رسد، ولی آنچه می ماند حیات و سرافرازی یک ملت مظلوم و ستم دیده است. اومد تهران، حتی شنیدم سجیا که ضد مصدق بود، خب آقا به شاه گفت بذار ختم بشه، بذار. شاه قبول نکرد. همین اشتباهات جزئی بی معنی بود. تو وقت بود چند وقتی پیشم دیدم که یه فیلمی ازش بود که تو تلویزیون ها میذاشن، خیلی تکریم بهش میکردن. ولی بهترین کتابی که درباره خیلی کتاب نوشته شده، بهترینش خاطرات فعاد روحانی بود که ایشون مستشار نفت زمان خود انگلیس ها بود، دوره مصدق هم بود، بعد از مصدق هم در تمام چیزها تشکیلات کنسرسیوم اینا بود، یکی از انگلیسی دونه های درجه یک بود. بعد وقتی که کنسرسیوم نوشته شد برای ترجمهش به انگلیسی به هر کی دادن به این دادن، این ترجمه کرد به دکتر صورتگر اینا دادن، نتونستم کنید. خیلی انگلیسی قویه داشت و دائما هم کتاب میخونم. خیلی خیلی آدم شریفی بود. اون نوشته یه به نام خاطرات سیاسی بود، چیز نوشته. هیچگاه مصدق چیز نبود و این همه توهین شد. یکی دیگه هم کتابی است که این دکتر چیز نوشته دیگه، موحد، به نام خوابهای آشفته. دشمناش هم میگن، ولی باید این بخونی مقایسه بکنی. خلیل ملکی از منتقدین مصدق بود. مصدق اینو فهمیده بود. خلیل با خود من خیلی رفیق بود. شبها باش بحثا میکردیم خونه جلال آرام. خلیل یکی از پاکترین انسان هاست و یگانه کسی بود که مارکسیسم رو خوب میشناخت. خلیل وقتی که از حزب توده انشاف کرد، توده ها فوش های رکی، حتی میخواستن بکشنش. یه عصبانیتی همیشه از حزب داشت. بقدر مقالات آلمانی هم نوشت توی اون کتاباش. بله، تا اینجا که من اطلاع دارم، چون با خود کاشانی ما آشنا بودیم، چون اول انقلاب میام منزل مرحوم دکتر طرفی بود و من با خانواده طرفی آشنا بودم. با خود کاشانی صحبت کردم سال 1930، هم اوایل چیز بود، مثلا روزی که هریمن خیلی معروف بود در امریکا، یکی از رجال بود. این بنا بود که بیاد به ایران، شاید واسطه بشه بین انگلیس و یعنی دستگاه نفتی انگلیس و مصدق. آیت الله کاشم از اون ضد انگلیس ها و اینا بود. من میخواست بیاد، من به مهندس صافه که دوستم بود که با اون آشنا بودیم، ما روزای جمعه یه جلسه داشتیم راجع به هندسه، دقت میکنیم. من گفتم اما چی؟ حالا آیت الله کاشم اونجا منزلش بود. گفتم الان این هریمن میاد، این آیت الله کاشم، خیال نکنیم میخواد برای حق امام بیاد. گفت راست میگه، بذار مردم برن. ساعت 9 شب بود، وقتی مردم رفته بودن، من و این رفتیم، پدرش هم مرحوم دکتر طرفی نشسته بود. آیت الله کاشی به همه بی سواد میگفت، تک کلامش رو دیدم، به چی سلام کرد بهش، بعد گفت نشسته بود تو اتاق خوشم فهم بود. بعد از اون گفته به تو، گفت بی سواد چه خبر داری؟ گفت که آقا هریمن میاد، میخوام امشب به شما تعلیم بدیم که باش صحبت میکنی، بزرگترین رجال سیاسیه و این حتما با شما صحبت کرد. به من گفت نه، گفتم من همین حرف رو میزنم. بعدم که هریمن اومد، دیدم آیت الله رو یه منزلی برده بودنش و با هریمن صحبت کرد، خیلی حرفای قشنگی زد. به هریمن گفت آقا مسئله مادی بر ما مطرح نیست،
مسئله‌ای که بر ما مطرحه این استعمار انگلیس شرافت انسانی و کرامت ایرانی را از بین برده. شما بریم ببینید کارگری که در جنوبه چگونه است و برای خودشون چگونه دارن رفتار میکنن. اینها مهم بوده، جنبه مالی بر ما مهم نبوده. این آیت الله کاشی اول بسیار خوب بود، ولی آقا یک پسر اولا 36 تا بچه داشته. بله بله این مفصل نمیشه بحران دموکراسی در ایران. بله 36 تا بچه داشته و بچه هاش هم که میدیم کسی که 36 تا بچه داشته که نمیدیم تربیت کنه. یه پسری داشت مصطفی که این کانون فساد بود، راننده خود پدر هم بود، و یه برادر پسر یکم داشت خدمت مرد کاشی. این هم بسیار آدم کثیفیه چیز بود، تمی میدونن اینا رو و بعد هم برمون شد تکلیف اینا و اونها زیر پای این نشستن بین این و مصدق رو به هم دادن. البته دست خارجی و شاه اینا محصر بودن. این اختلافی که واقعا خیلی باعث تأسفه. در بعد از کودتای 28 مرداد و اون وضع خیلی ناهنجاری که به سر مصدق برآمد و مقصد کودتا هم کاملا دست خارجی بود، خود خارجی ها افتخار کردن به این کودتا، اصلا یه ناراحتی بین تیپی که من میشناختم از روشن فکر با شاه افتاد، یعنی با اون حکومت وقت افتاد. گرچه اون حکومت هم کارای میکرد ولی دیگه دلنگران بودن، متوجه هستیم. و نمونهش هم این که در ایران با تأسیس ساواک خیلی جلوی کاراشون گرفتیم، چون ولی در خارج وقت آزاد بودن مخالفت های شاگردای ایرانی با شاه به حد زیاد بود که حتی در سفرهایی که شاه به اروپا میخواست بکنه این مسئله برای دستگاه های امنیتی اون کشورها هم خیلی مسئله ساز بود. و همین هم باعث شد که در انقلاب هم اینها چون اون دشمنی هم یکی از خواستش اینه که هرچی بگذره شدیدتر میشه، در اکسال عملهای شدیدتر میکنه. این بود که در اون دوره یک همچین ناراحتی بین این طبقه با اون طبقه که داشت حاکم بود وجود داشت و این مسئله رو خداتون هم بعد هم اعتراف شد که حالا کاملا روشن میشه. در این مورد چپی ها که زیاد زیر فشار بودن بین نسل جوان اکثر عملشون بیشتر، ولی خب دیگه از قرن از سال 1340 به بعد هم اسلام انقلابی که نسل جوانش رو که حتی شاخه بزرگی از اینا درست کرد که البته از لحاظ اقتصادی پیش را چیز میکردن، از اقتصاد این اقتصاد چپ به اصطلاح که در اسلامی و چه در غیر اسلامی بود که هر دو رقابت با هم میکردن و این تونست یه خود جلوی چپ بیاسه، ولی خودشون چپتر بودن که نتیجهش هر سال به نظر من یه کسی اومد که هم اینو برانداخت هم اونا رو، متوجه هستی؟ حالا اینو شاید نمیشه گفت مطمئن باشید، ولی شما میبینید در دوره مصدق گروه الیت این مملکت دیده بودن که این آزادی به حد آزادی تا اونجایی که میتونست داد برای ضد، یعنی هم ضد ظلم ایجاد کرد هم ضد استعمار هر دو. و این به نظر من بعد از اون کودتای نابهنجاری که خود امریکا یا خود امریکا و خانوم آلبرایت چیز کرد گفت برای ما پشیمونیم و این دوره خیلی بدی بود، ولی این یک دشمنی انداخت که در انکونسیان در اون زمین ناآگاه تیپ الیت مملکت این معصومیت مصدق و این چیز بود که موجب شد که اصلا دوره 25 ساله بعدی که پهلوی زندگی کرد تیپ الیت با پهلوی دوم که شاید هم علاقه من بود، خودش هم چیز بود ولی روی موافق نشون نداد، چون خودم در این مورد شاید بتونی یک شاهد این قضایا باشی. من عمق انقلاب 57 رو این می‌بینم. ممنون از همراهیتون. اون چه که شنیدیم قسمت 4 مصاحبه تصویری با عبدالله انوار در سایت آرتباکس بود. تهیه کننده پروژه فخرالدین انوار، همکاران این قسمت پرهام وفایی، سهیل گوهریپور و مهیار مهنوش. تولید پادکست زهرا بلدی و پرهام وفایی. ضبط در استودیو آرته. در قسمت بعدی عبدالله انوار درباره ترجمه و شعر
و چند شخصیت برجسته ادبی ایران با ما صحبت میکنه. من زهرا بلدی هستم و ممنونم که آرتباکس رو به هنردوستان معرفی میکنید. وبسایت ما artbox.ir